نام خداوند یکتا خوبی همتا و سلام و خسته نباشی دارم حضور تک تک بیننده های گرامی تلویزیون اصلاح به خصوص برنامه عصر حریبا. امیدوارم روزهای سرد خزانی خود در کانون گرم خانواده به خوبی و خوشی سفری بکنین. در یکی دیگر از برنامه های عصر حریبا هستن و امیدوارم تا آخرین لحظات بیننده برنامه خود باشین و ما را در تا آخرین لحظات همراهی کنین. در اولین بخش برنامه عصر حریوا یک تن از بانوان که عضو فعال برنامه شهروند فعال هستند در برنامه با خود دارین، بانو سمیرا رسولی. خیلی خوش آمدید میگم بانو رسولی از اینکه در برنامه آمدم. خیلی ممنون، سلام خدمت شما و شبکه اصلاح. خیلی ممنون از برنامه زیبای شما که من در این برنامه عصر حریوا دعوت کردم. تشکر. تشکر بسیار زیاد از شما همچنان بانو رسولی. اما قسمی که اشاره کردون یکی از اعضای فعال برنامه شهروند فعال هستین، در نخست میخوایم خود شما معلومات بدین در مورد از این برنامه که هم خود ما بیشتر معلومات پیدا بکنین در مورد از این برنامه و همچنان بیننده های گرامی ما که مکنون بیننده برنامه عصر حریوا هستن. خیلی ممنون، تشکر. این برنامه شهروند فعال تقریبا بیش از 10 سال میشه که در کل جهان سرتاسری اجرا میشه این برنامه و از یک سال میشه، یعنی از سال 1397 در افغانستان هم این برنامه اجرا شده که در این برنامه کسی که این برنامه ساخته شخصی به نام بریشل کونسفیلد میباشن که اینا در سال 1397 اساتید زیادی از چندین اساتید مختلف از 4 دانشگاه هرات افغانستان جمع کردن. اینا بعد از این برنامه و آموزش اساتید در کشور برنامه سریلانکا در اونجا آموزش اساتید دادن، به اساتید به افغانستان آمدن، بخواستن که این برنامه در افغانستان هم اجرا کنن. و اهدافی که این شهروند فعال داره اینه که محصلین بتوانن کاهشی در مساحل اجتماعی ایجاد کنن، یعنی بتونن مشکلات اجتماعی کاهش بدن و اقداماتی و آنها را تبدیل به فعالین شوند، یعنی اونا فعالیت اینا زیاد چه و بتونن فعالیت های بیشتری انجام بدن تا این فرهنگ ترویج چه، یعنی گسترش پیدا کنه پی در پیشه تا به خود ما با مشکلاتی که در کشور ما هست اقداماتی داشته باشه و اقداماتی داشته باشه. این مشکلات پاره داخلی داره، خب فهمه فقط داخل خود محلات ما میگیم باشن، در خود کشور باشن، ولی بعض از مشکلات هم هسته که مربوط به دیگه کشورها میشه، مثل محیط زیست که امروز میفهمی در پی از این هم مشکلاتی حل کنن. تجربه بسیار زیاد، یعنی گفتین این برنامه تنها برای مختص برای محصلین هسته و برای از اینکه اونا در آینده عضو فعال بشن و خود از اون معضلات اجتماعی که در جامعه هستن بیاین حل بکنن. چقدر بانو رسولی انگیزه از که خود شما وارد از این برنامه شدین چی بود و به چه قسم خواستین که بیایم شما به عنوان یک محصل بیاین کمک بکنین به وارد از این برنامه بشین؟ انگیزه ایم امروز با در نظر داشت مشکلاتی که در داخل کشور ما هست به خصوص در بخش معتادین ما که میبینین، این باعث شد که هر دفعه که در بیرون از خانه که میدید و میشخواسته این باعث از این شد یک انگیزه ایم پیدا کنم که در همین گروه به شکل رضاکارانه کار کنم و مشوق برای محصلین دیگر باشم که آنها هم باید همچین فعالیت هایی به شکل رضا کنن یا به شکل دائمی در یک گروه انجام دن تا حداقل یک مفیدیت خوردی برای جامعه خود داشته باشه و این یک دین در برای ما محصلین و همین قسم برای تمام انسان ها و جامعه افغانستان است و این دین ادا کنن. بانو رسولی، گفته بیشتر فعالیت هایی که در این برنامه وجود داره بیشتر روی مختص کدوم مشکلات اجتماعی هسته؟ روی کدوم مشکلات اجتماعی و کدوم گروه ها رو میان تحت پوشش قرار میدیم و با عنوان حمایتگر با اونا همکاری میکنه؟ خب خود از این شهروند فعال گروه های متعددی داره، هر کس میتونه یک تر ایجاد میکنم اونا آموزش که اونا برای 4 روز سمینار که میدن بعد از او خود اینا به خود اینا میسپارن که برن در جامعه یک سروی بکنن، نگاهی بندازن ببینن مشکلات جامعه چی هست، بعد از اون مشکلات خود اینا طرح نگاه میکنن، منابع رو پیدا میکنن با خود، بعد از او در رو از این مشکلات کار میکنن و راه حل بزی مشکلات پیدا میکنم. ما خودمون گروه 5 نفره بودیم که از میان ما 2 تا خانم هستن و 3 آقا هستن که اینها رو از این بخش گروه معتادین ما کار کردیم و فعالیت هایی که ما تا به حال انجام دادیم، من همه کلی میگم
فعالیت هایی که تا به حال ما انجام دادیم، این فعالیت این بود که ما در یک منطقه کوچک تحت نظر گرفتیم و این منطقه در از ناحیه 13 ما شروع کردیم که مربوط به شهر جباس و جبراهیل میشه. ما کلا این منطقه تحت نظر گرفتیم، کمپای در این منطقه بود که عدم تجهیزات داشتن. ما با مسئولین از اینا صحبت کردیم، تجهیزات از اینا نگاه کردیم و خواستیم این منطقه را زیادتر تحت پوشش خوب بگیریم، روی از این منطقه کار کنیم تا بتونیم یک کار برازی کم کرده باشیم. و گفتین تحت پوشش شما بیشتر افراد معتادین هستن که در سطح شهر وجود داره، به خصوص دو منطقه. علت از اینکه اومدیم خود افراد معتاد مد نظر گرفتیم و خواستیم بری از اینا همکاری بکنیم چی؟ ما دو هدف داشتیم، در این هدف ها ما زیاده، ولی فقط دو هدف به شما میگم. میخواستیم که نگرش جامعه تغییر دیم در مورد جای معتادین و همین قسم برای مؤسسات داخلی و خارجی این مهیا سازیم یا بزونا این مسئله ایجاد کنیم که معتادی یا اعتیاد یک مسئله جهانیه و باید به زیر توجه جدی گرفته شه. و برای از اونا کسانی که شفا یاب میشن، ما خواستیم یک زمینه کاری به زونا ایجاد کنیم. یک از فعالیت هم همینه که به زونا زمینه کاری ما مهیا میسازیم. بعد از او بیشتر از مثلا ما با کار امور اجتماعی هم صحبت کردیم، با شرک صنعتی هم صحبت کردیم، اینا توافق کردن با ما که بعد از اینکه اینا شفایاب شدن ما به اینا زمینه کاری مهیا میسازیم تا بتونیم ما به همین طریق تعداد معتادین در افغان در ولایت ایراد و خصوص در ولایت ایراد و کل افغانستان تعداد معتادین کاهش بدیم. و فعلا تا چند اندازه توانستیم در طرح هدف خود موفق باشیم؟ ما برنامه خود کلا بوده یک هفته بیشتر نمیشه که ما دو از این طرح خود داریم تلاش میکنیم، کار میکنیم و فقط تونستیم صحبت کنیم در مورد معتادین و کمپ ها ارتباطی برقرار کنیم. تالیت جدی اقدام نکردیم، یعنی خواسته باشیم کسی ترک بدیم و به خیر بعد از هزی برنامه انشالله فعالیت ها دیگه هم داریم که میخواییم اونا اجرا کنیم. هدف شما بیشتر به عنوان گروهی که در جزی از شهروند فعال کار میکنین، اهداف شما در آینده چی هسته و میخواییم کدوم موزلات جامعه بیشتر تحت پوشش قرار بدیم و بیاییم روی از اونو کار بکنیم؟ اهداف ما زیادتر به سر معتادینه. میخواییم که زمینی کاری به جنا مهیا سازیم، نگرش جامعه در مورد از اینا عوض کنیم. روزه میفهمیم که در جامعه ما معتادینه که میبینن از اونا دوری میکنن، نگرش جامعه تغییر میده. و همین قسم که گفتم برای مؤسسات دولتی و دولتی و خصوصی این زمینه مهیا میسازیم که اونا هم در دنبال از این مشکل یا معرض باشن. و خود ما رو از این در آینده نه تنها در ایراد، بلکه میخواهیم این پروسه خود ما کلی کنیم، یعنی در کل افغانستان اجرا شه، چون در حال افزایشه. اون سنین زیادی بین 20 تا 25 تا 20 تا 40 سنین زیادی میبینی که در بین معتادین بین معتاد دوچار شدن. و عدد که در آینده داریم این گروه ما گسترش میدیم و همین قسم اعضا میپذیره این گروه، این گروه گسترش میدیم تا بتونیم بیرون از ایراد هم این طرح اجرا کنیم. تشکر بانو رسول، شما به عنوان یک جامعه شناس موزل ایتیاد امروز چیگونه میبینید؟ یعنی با وجودی که جز طرحهای خود دانستین به این موزل در جامعه چیگونه هست و اگر افزایش پیدا بکنه چی موزلاتی به وجود میای و اگر کاهش پیدا بکنه میتونه چی خوبیایی برای جامعه هرات باشه؟ خب مشکلاتی که در آینده داره اگر ما جلوگیری از این نکنیم، مشکلی که داره و ای که شما گفتین که چی باعث شده که اینا به این موضوع با مواد رو بیارن، ما سروی که کردیم زیادتر که پرسیدیم گفتن یکی بیکاریه و یکی هم بیشتر از اونا بیرون از کشور میاد، یعنی تاثیرات روحی به رو از اونا تاثیرات روحی داشتن، به خاطر همین روحی روانی داشتن اونا زیادتر به زیم مواد دوچار میشنن. بیشتر از کشورهای همسایه هستن که وارد افغانستان میشن به زیم مواد دوچارن و بیشتر اینا به اثر بیکاری که هسته ای کارا میکنن. و پس ما که سروی که کردیم دیدیم تعداد زیادی از اشخاص هستن که خیلی هنرمندن، بعضی اینا هستن که چندین زبان بلدن. ما بعضی یک سروی داشتیم در مورد یک موضوع دیگه، یک طرح دیگه بود، یک از معتادین دیدیم که نقاشی میکرد و همین قسم اونا فعالیت هایی دارن فقط به خاطر که زمینه کار بزن و مهیانیه رو به همچین کارهایی میارم. و اگر ما این کاهش بدیم چی اتفاق میفته؟ اگر ما این کاهش بدیم باعث از این میشه که کشور ما یک شکل، اگر ما ببینیم از یک دیدگاه دیگه که ببینیم، ما امروز معتادین هم یک وضعیت ناامنی کشور هم یک سهم کوچیکی دارن، باعث ناامنی کشور هم میشن. اگر ما این کاهش بدیم باعث از این میشه که امنیت کشور هم زیاد در حداقل خوب شه
و همین قسم بتونن اونا یک دستاوردهای زیادی به افغانستان داشته باشن. همین قسم گفتم زبانهای زیاد آنها بلدن و از لحاظ نقاشی و فرهنگی اونا چیزهای زیادی میفهمن. میتونن از این طریق اینا یعنی به گفته شما زنها بود اعتیاد از اونا توجه نکنیم در پلوی از اونا استعدادهای خیلی زیادی دارن که میتونیم اونا چیکار بکنیم استفاده بکنیم در راه مثبت. بانو رسولی، کسانی که مشوق شما هستند، کسانی که حمایتگر شما هستند که بیایم بیشتر کوشش بکنیم و گسترش بدیم این فعالیت ها، کی هست و چگونه میتونیم زیادتر بیایم این فعالیت ها انجام بدیم؟ مشوق هستی خب معمولا میفهمیم که امروز وضع امنیتی افغانستان ناامنی های زیادی در افغانستان وجود داره و ای که اگر مثلا یک خانم مسلمه که میره داره کار میکنه در یک جامعه، اگر خانوادی و تشویق حمایت او نکنن مطمئنا نمیتونه در جایی گام بذاره. و ای که مشوق اصلی ما فقط در خانواده سه شخص میباشن، مادر من، پدر و برادر کوچک من میباشن، اینا واقعا سر به تلاش کردن، کوشش میکنن که ما به همچین عرصه ها گام بگذارم و کمک میکنن که پیشرفت زیاد بکنن. تشکر. به از امرو با اعضای گروه چیگونه میخوایم فعالیت خود انجام بدین؟ به اینکه گفتنی شما برای دیگه دختر خانم ها چی هست و کسانی که به عنوان فعلا هم مؤثر هستن و هم میخوایم در وارد این قسم فعالیت های اجتماعی بشن و بتونن روی معضلات اجتماعی ولایت خود کار بکنن؟ ما باید پیام برای مؤثرین عزیز، تنها با دختر خانمانه و همگی پیام مهمینه که از وقت خود استفاده کنیم. امروز اگر ما دانشیات میگیریم، چیزی میآموزیم، بزی مختص بزین یک بار فقط بین در یک ساحه کاری کار کنیم یا بری گرفتن یک مدرک نیه. ما باید فعالیت هایی داشته باشیم با عنوان یک مسلمان، با عنوان اینکه در مقابل کشور خود مسئولیت هایی داریم. باید همگی ما گام برداریم، قدم برداریم، پله به پله قدم بگذاریم تا بتونیم یک آینده خوبی برای کشور خوب بسازیم. و اینه که کشور ما چشم امید کشور ما محصلین و دانش آموزانی که قبلا فارغ شدن و در حال تدریس هستن، چشم امید افغانستان به زی محصلین هسته. ببینیم یک گام مثبتی در افغانستان برداره و امیدوارم افغانستان یک کشور جهانی میشه، یک کشور میشه که امروزه او را جهان سوم نگن، جهان اول بگن. تشکر. بعد رسولی، اگر شما بیایم یک مقایسه بکنیم زندگی و انگیزه خوده قبل از اینکه وارد بیایم به عنوان عضو شهروند فعال بشین و فعلا که هستیم، چگونه هست؟ چه تغییراتی در زندگی شما، ما چه انگیزه هایی بیشتر در شما ایجاد شد که بیایم اونا رو در زندگی خود و در آینده بیشتر رشد بده؟ خیلی ممنون. من قبل از اینکه دوره محصلم یعنی عضو پنجه جامعه شناسی شم و عضو گروه شهروند فعال شم، در خانه که بودم من بعض از فعالیت هایی داشتم، بعض از کارهای انجام می دادم. اما زمانی که در پنجه جامعه شناسی آمدم فهمیدم که من بیهوده آفریده نشدم، ما باید در این جامعه کارهای انجام دادم. و زمانی که آقای کریمی که از که طرح ایجاد کردن صحبت کردن در مورد این گروه طرح خو به این نتیجه رسیدم که باید در همین طرح هم یک اقدام بکنم. و زمانی که پیشنهاد به من دادن با شور و شوق پذیرفتم، چون میفهم مطمئنم که این طرح ناتمام نمیمونه و انشالله این طرح پیش میره و میتونیم ما گروهی باشیم که معتادین در افغانستان حداقل 20 نفر یا 30 نفر که ما اونا ترک بدیم و زمینه کاری بزنه و مساعد بسازه. مطمئنم که در افغانستان کم کم تعداد معتادین هم کم میشه و می قسم دیگران انگیزه پیدا میکنن و مشوق ما به زنها میشیم که اونا به همینچین کارهای دست یابن و ترک معتادین و در دنبال ازی باشن که مواد مخدر یا ترک معتادین کاهش بدن. تشکر. بانو رسولی، پیام گفتنی اگر داشته باشیم در خدمت هستیم و ای که چی پیامی دارین و ای که میتونیم اهداف برنامه هایی که در برنامه نام بردیم چه قسم میتونیم بیشتر اونا رشد بدیم و بیشتر روی از اینا فعالیت بکنیم تا یک برنامه مستحکم و با ثبات باشه؟ پیام به تمام مردم افغانستان و تمام به خصوص مردم هرات اینه که اگر یک معتاد میبینن از او رو نگردانن، او نیاز به حمایت داره، حالا به هر دلیلی، به خاطر مشکل خانواده، به خاطر بیکاری، به هر دلیلی که به زیکار رو آورده، وظیفه ما همینه که دست از اونا بگیریم کمک کنیم. همین قسم که وظیفه دولت اینه که به اونا کمک کنه. ما در مقابل کشور خود مسئولیت هایی داریم.
با گذاشتن کشور و فرار کردن به دیگه کشورها این فایده نداره و هیچ کارم نمیتونه بکنه. من کشور خود ترک کردم به کشور دیگه رفتم، اون کشور از هر لحاظ تجهیزات از هر لحاظ خوبه اما افغانستان نیه، پس وظیفه منه که در کشور خود یک قدم بردارم. با گذاشتن افغانستان با حال خود و فرار کردن به دیگه کشورها این راه درستی نیه، باید همه ی دست به دست بده و بزرگترین کاری که ما میتونیم به کشور خوب بکنیم این که اتفاقی داشته باشه. ما در یک از فعالیت ها خو اگر وقت داشته باشیم این فعالیت هم باشم بابا، ما در یک از فعالیت ها خو یک تصاعد ایجاد کردیم که ای که بعد از اینکه ما 20 نفر تک دادیم از اون 20 نفر میخوایم که خود از اینا تک به تک از اینا به 3 نفر دیگه کمک کنن. ما به اون شخصی که ما تحت نظر خود گرفتیم به او جوایز در نظر گرفتیم، از هر لحاظ که باشه جوایز در نظر به او گرفتیم که اون میتونه به او 3 نفر دیگه بگه من شما ترک میدم و از او 3 نفر دیگه بخوای هر کدوم اینا به 3 نفر دیگه کمک کنن و اینا هر کدوم اینا به جوایز یا مو امتیاز که ما به اونا در نظر گرفتیم پیدا میکنم و همین قسم ترک اعتیاد یا چه قسم شما بگم معتاد در کشور کاهش پیدا میکنه. یعنی مثل یک زنجیر میخواییم، یک زنجیر میخواییم درست کنیم به زنا که این را پیدا کنه و خود معتادی یک مشوق برای معتادین دیگر باشن. خیلی خوب، واقعا یک روی حل خیلی خوبه که میتونن یک فرد زمانی میتونه ما یک مسئله همدردی یا همدلی داریم، زمانی ما میتونیم یک فرد تشویق بکنیم که هم جنس از او اما فردی که همو درد کشیده باشه اما بیای او همراهی بکنه و راهنمایی کنه و این طرح شما خیلی واقعا عالیه و میتونید با این طرح گرفتین به صورت به موفقیت های خیلی خوب کسب بکنه. تشکر خیلی زیاد دارم بانو رسولی از حضور شما در برنامه و ما هم و بیننده های ما هم امیدواریم که طرح و برنامه هایی که دارین بتونیم به صورت موفقیت و طرح خود بریزین و پای عمل باشه و ما یک روزی شاهد پیاده کردن از اون طرح های شما در آینده باشه. و تشکر میکنیم از بیننده های گرامی که بیننده برنامه عصر حریوا هستن. فلان یک میان برنامه کوتاه داریم و بعد از میان برنامه دوباره برمیگردین، ما را همراهی کنین و بیننده برنامه خود باشین.